عباس عبدی، روزنامه‌نگار که در زمان اشغال سفارت از دانشجویان پیرو خط امام بود از تهران با ماست. آقای عبدی، دیروز آیت الله خامنه ای حرفای تندی علیه آمریکا زد، امروز دولت آمریکا موج تازه ای از تحریم ها رو منتشر کرد، فهرست تازه رو منتشر کرد. بسیاری میگن که اشغال سفارت مبدعی بوده که الان کار به اینجا رسیده. شما چی فکر میکنید؟ ولی من فکر میکنم آمریکایی ها همش میخوان خودشون حقیقت رو تعریف کنن، اخلاق رو تعریف کنن، و فکر نمیکنم این به نتیجه ای برسه. اشغال سفارت در خلا و انتظار رخ نداد. اشغال سفارت مسئول یه عمل کردی از ایالات متحده بود که با 28 مرداد آغاز میشد و بعدم ادامه پیدا کرد. شاید خیلی از مردم ما ندونن در سالی که انقلاب شد بیش از 55,000 آمریکایی تو ایران بودن، تو نه فقط به عنوان شهروند، به عنوان عناصری که مستشار بودن یا چیز دیگه، که اگه بخوایم با جمعیت فعلی حساب کنیم شاید به یه چیزی حدود 150,000 اضافه برسه. آمریکایی‌ها بعدم که شاه به اون وضعیت از ایران رفت دست بر نداشتن، اقدامات خودشون انجام دادن. همه اینا رو میخوان نادیده بگیرن و بگن که اشغال سفارت در واقع یکی تاریخ روابط ایران و آمریکاست. و من فکر میکنم تا وقتی که این تصور وجود داره توی آمریکا امکان نداره مسئله به شکل عادی حل بشه. و این سال بارها از شما پرسیدن ولی پاسخ شما من رو وادار میکنه که یک بار دیگه بپرسم، از اون اقدام دفاع میکنید؟ بله. اگر برگردید به همون زمان فکر میکنید که دوباره با همون جمع همراه میشید؟ اجازه بدی، این مسئله مهمه. این اصلا در تاریخ ایران، بعید در تاریخ دنیا حتی من میگم، هیچ اقدامی نبوده که اینقدر حامی داشته باشه در موقع زمانی که اتفاق افتاد. هیچ اقدامی نبوده. چرا باید تجربه ملت رو محکوم کرد؟ خب کی به خودش همچی حقی رو میده که تجربه ملت رو اینطور پشت در سفارت از چپ به چپ بگیر تا راست راست صف بسته بودن که بیان تو حمایت کنن؟ این ملت دیوونه که نبوده که این کارو کرده. حتما یه اتفاقی براش رخ داده بوده که این واکنش از خودش نشون داده. امروز کجای دنیا یه همچی اتفاقی بیفته مردمش یه همچی واکنش رو نشون میدن؟ این مسئله فکر نکنید که من اگه بودم یا نبودم یا دیگران، توی یه شکل دیگرش اتفاق میفتاد. بعد از اشغال، بعد اجازه بدید، بعد از اشغال سفارت شما اطلاع داری، شما و افغان با پاکستان باید آشنایی داشته باشید. سفارت پاکستان آتیش گره، سفارت آمریکا تو پاکستان چندین آمریکاییش کشته شد. یه نفرتون از اون اطلاع داری؟ هیچ کس اطلاع نداره، همه رو ندیده میگه. بله آقای عبدی، اجازه بدید بعد از اون اتفاق ها مثلا تحریم هایی که وضع شد شاید صدها میلیارد دلار به ایران خسارت زده باشه. تحریم ها در گزارش هم اشاره شد 4 روز بعد از همین واقعه شروع شد. خب فکر میکنید اگه نمیشد گل بلبل میشد؟ شما اجازه بدید همین تجربه اخیرمون رو ببینیم. ما چرا بریم 40 سال پیش؟ ایران مگه برجام رو نپذیرفت؟ مگه امضا نکرد؟ مگه تعهد نداد؟ همه کارش رو درست انجام نداد؟ چرا ایالات متحده زد زیرش؟ چی کار کرده که دارن تحریمش میکنن؟ اصلا شما درکی که داریم از آمریکا توضیح میدیم درک مطابق با واقع نیست. اینطوری که فکر میکنیم که اونا به این دلایل این کارو کردن، خب فرداش یه دلیل دیگه پیدا میکنن. خب آقای عبدی، باز طرف مقابل میگه که اصلا جمهوری اسلامی یک نظامیه که نیاز به دشمنی مثل آمریکا داره. آیت الله خامنه‌ای دیروز هم اشاره کرد که اصلا خود این انقلاب در اصل و اساسش یک حرکت ضد آمریکایی بوده. و به خاطر اینکه ایالات متحده اینجا بوده، ایالات متحده همه کاره بوده. من براتون گفتم توی جمعیت 30 میلیونی با اون دولتی که به نسبت الان کوچیک‌تر بوده 50,000 آمریکایی اینجا بوده. تو طبقات بالای ایالات، اسناد سفارت رو بخونید، طبقات بالای رژیم شاه همه عصبانی بودن که این چه وضعیه که آمریکا اینجا داره رفتار میکنه و اینا. خب شما تو چنین وضعی خب بخواید چیکار بکنید؟ خب طبیعیه که این رفتار رو انجام بدید، این واکنش ها، این نوع. این اصلا کسی چرا به این سوال جواب نمیده که مردم ایران چرا چنین احساسی رو داشتن؟ میتونستن حمایت نکنن یه ساعت هم اون برنامه تموم شو بیاره. خب آقای عبدی، ما در آمریکا یه نبرد.
در این زمینه اگر بخوایم سوال بکنیم، خیلی خیلی ساده است. شما از یک قاتل هم میتونید بپرسید که چرا قتل کرده، صرف نظر از اینکه حالا زمینه هاش چه بوده، عمل کرده فرد مورد قضاوت قرار میگیره یا عمل کرده جمع. مردم از قاتل حمایت نمی کنن؟ کدوم مردمی هستند که برن از قاتل حمایت کنن؟ این چه حرفیه داریم میزنیم؟ الان پیدا کردن مقصر یا اینکه حالا بیشتر بار بر دوش کدوم طرف هست، چه دردی رو دوام میکنه، چه گره رو باز میکنه؟ کاملا باهاتون موافقم. به همین دلیل من اولین کسی هم که رفتم با یه گروگان آمریکایی گفتگو کردم. کاملا درسته. بحث من اونجا این بود که گذشته ها گذشته، ما نمیتونیم راجع به گذشته فراموشش کنیم، اما نمیتونیم در بند گذشته باشیم. بیایم نگاه به آینده کنیم. این دیوار بی‌اعتمادی که بین ایران و ایالات متحده درست شده، هر کسی یه رجی از اونو درست کرده، کوشش کنیم که این دیوار رو برداریم. خب یه اقداماتی هم زمان آقای خاتمی صورت گرفت، روابط ایران آمریکا گروگان مسئله داخلیشون شد تا خوشبختانه 4 سال پیش به برجام رسیده شد. اما یهو آقای ترامپ اومده کل این قضیه رو بدون هیچ منطقی زد زیرش گذاشت کنار. خب این میتونست یک گام رو به جلوی باشه. همه ما متحیر موندن آخه این چه رفتاری است که داره صورت میگیره. آقای عبدی، در هر صورت فضا به بنبست رسیده. شما فرمودید که خودتون ابتکار عمل رو به دست گرفتید با یکی از افرادی که با یک آمریکایی خودش گروگان بود صحبت کردید، بلکه بشه از گذشته عبور کرد. چی میشه؟ چه کار میشه کرد در اینطور شرایطی که الان دو کشور درش قرار دارند؟ خب این کاملا این سوال خوب به نظر من درستی هستش. من فکر میکنم که یه بخشش به ایران مربوطه، یه بخشش به ایالات متحده. اون بخشش که به ایران مربوطه، معتقدم ایران باید تو این چارچوب نظام بین الملل رفتار کنه. اما ایران باید رفتار کنه. یعنی چی؟ یعنی به رسمیت شناخته شه وضعیت ایران. اما اون طرفش که به ایالات متحده مربوطه، واقعیت اینه که به تعهداتش پایبند باشه، برگرده به برجام، طبق چارچوب برجام عمل کنند، بعدش مسئله منطقه‌ای رو مطرح کنند، بعدش هر مسئله دیگه که تو سطح بین‌الملل قابل طرح مطرح کنند، کم کم گام به گام جلو بریم. این اتفاقایی که افتاده رو، این اتفاقا رو نمیشه به یک بار ندیده گرفته گذشت کرد. اما اگه فکر کنیم یک طرف بخواد روی طرف دیگر رو به طور کامل کم کنه، من چیزی نهایتش جز درگیری و جنگ و خسارت برای منطقه ایران و کل جهان نمی‌بینم. آقای عبدی، ممکنه بعضیا بپرسن که این بسیار جالب هست که فردی که خودش در گروگانگیری از نظر آمریکا یا اشغال سفارت از نظر بعضی دیگر یا تسخیر لانه جاسوسی از طرف جمهوری اسلامی دست داشته، حرف از این میزنه که ایران باید در چارچوب روابط بین الملل عمل کنه. به خاطر اینکه ما واکنش نشون میدیم به موقعیتمون. هنگامی که ایالات متحده میدونه حساسیت مردم ایران و نسبت به شاه چگونه است و شاه رو برمیداره میبره اونجا و علارغم درخواستای دولت ایران که یه پزشک معتمد بفرسته یا درخواست مردم بازرگان که شاه استعفا بده خیال مردم راحت بشه، وقتی که میبینه این کارو میکنه، خب اینا کار دیگه انجام میدن. اما اگه چنانچه ببینیم رفتارا متناسب هست، رفتارا مدنی هست، قابل قبول است، طبعا این طرف هم باید این واکنش مناسبی نشون بده. بسیار بسیار ممنونم از عباس عبدی، روزنامه‌نگار، که در زمان اشغال سفارت آمریکا در تهران از دانشجویان پیرو خط امام بودند. و اما گری سیک، مشاور امنیت ملی کاخ سفید در زمان جیمی کارتر، هم از واشنگتن با ما هستند. آقای سیک، چرا در آمریکا نمیتونن از این موضوعی که 40 سال ازش گذشته بگذرن؟ همین الان که ما با شما صحبت میکنیم، بیانیه ای از کاخ سفید منتشر شد، یادآوری کرد از اون قضیه و احتمال هم داره که گفته میشه که ساعتی بعد وزیر خارجه آمریکا هم باز هم در این باره صحبت میکنه. این یک رویداد دراماتیک بود و مردم شاید فراموش کنند که این اولین
بحران سیاست خارجی آمریکا بود که از طریق تلویزیونی پخش شد برای 444 روز. هر خانواده آمریکایی که یک تلویزیون در خانه‌اش داشت تصاویر این مردهای ریشدار رو که مشتهای خودشون رو در هوا تکان میدادن و فریاد مرگ بر آمریکا میزدن رو تماشا میکرد روی تلویزیون هاشون و این یک تأثیر عظیمی در افکار عمومی آمریکا گذاشت و در واقع متحول کرد نحوه نگاه کردن آمریکا رو به ایران، تصویر ایران رو به عنوان یک ماهیت تندرو، خطرناک و غیرقابل اعتماد ترسیم کرد و در نهایت این تصویر باقی موند. تلاش هایی بوده در بعد از اون که این تصویر تغییر داده بشه، اما باید بگم که ایران خود کمکی به بهبود وضع نکرده، شاید کارهای خوبی کرده اما کارهای بدی هم کرده. بنابراین ایالات متحده هیچ وقت نتونسته که از اون تصویر دور بشه و نزدیکترین امکانی یا حد اکثر نزدیکی که محقق شد در زمان دولت باراک اوباما بود که یک مذاکرات خیلی موفقیت آمیز از نظر همه طرف‌های شرکت کننده به توافق هسته‌ای منجر شد. اما خب ما می‌دونیم که این یک خاصیت دیگر رابطه این دو کشور هست که هر بار یکی از دو طرف یک حرکت مثبتی انجام میده، اون طرف دیگر قدمی برمی‌داره که اون رو تخریب کنه. من نمی‌دونم که این لزوماً اینجوری برنامه ریزی شده بود، اما تاریخ به این ترتیب اتفاق افتاده. اوباما موفق شد که یک توافقی با ایران رو حاصل کنه و این تمایل رو داشت که مستقیماً با ایران صحبت کنه و بعد پرزیدنت ترامپ وارد کاخ سفید میشه و از اون توافق عقب نشینی میکنه و اوضاع رو بدتر میکنه. بنابراین حالا اینکه چیز کار درست بوده یا کار غلط بوده برای آمریکا موفقیت آمیز نبوده این تلاش برای دور کردن و التیام این دلخوری آمریکا از ایران و البته از جانب ایران هم اگر نگاه کنیم از نقطه نظر سیاسی باید بدونیم که هیچ سیاستی در داخل خود آمریکا با خوب صحبت کردن راجب ایران رأی به دست نمیاره. بنابراین تا وقتی که این تغییر نکنه وضعیت همینطور خواهد بود، همونطور که در 40 سال اخیر اینطور بوده متاسفانه. آیسک، این پیدا کردن مقصر چقدر میتونه گره‌گشا باشه؟ آمریکا میگه که ایران مقصر بوده، ایران هم میگه که دلایل متعددی داره که اون حرکت رو در اون زمان توضیح میده اگر توضیح نکنه. من تا حدی درک میکنم که ایران تازه یک انقلاب کرده بود و در میان یک تحول کامل همه جانبه کشورشون بودن و خیلی ترس داشتن از اینکه ایالات متحده ممکنه حرکتی بکنه مثل 28 مرداد و دوباره شاه رو بر سر قدرت بیاره. بنابراین میفهمم که شاید چنین درکی داشتن و چنین حرکتی کردن. بنابراین از این نظر تا حدی توجیه هست. من موافقت نمی کنم، قبول موافق این حرکت نیستم، اما میفهمم. اما متاسفانه باید بگم مشکل اصلی این نیست که این دانشجوها اومدن و در سفارت نشستن یا اینکه اونو تسخیر کردن. مشکل اینه که دولت اون زمان با اینها همراه شد و کسانی که اومدن که تظاهرات کنن علیه ایالات متحده در واقع دیدن که دارن یک زندان رو اداره میکنن و برای بیش از یک سال 444 روز یه رفتار ایران غیر قابل بخشش و توجیه بود و بیشتر آمریکایی‌ها به اعتقاد من اگر که مثلا تا پایان ماه نوامبر اون سال این گروگان‌ها رو آزاد کرده بودن و همه میگفتن خب میخوام برگردیم به شرط قبلی، اون وقت بیشتر آمریکایی‌ها این رو میفهمیدن، دولت آمریکا این رو میپذیرفت و مردم ایران هم فکر میکنم که میپذیرفتن، اما این کار رو نکردن ایرانی‌ها و به دلایل سیاسی و در واقع به دلیل سیاسی که داخل ایران منبع اونها بود این بحران رو بسیار بسیار طولانی تر کردن بدون اینکه هیچ برنامه‌ای براش داشته باشن و صرفاً برای اهداف سیاسی داخلی ایران و در نهایت باید به یک توافقی می‌رسیدن که سیاستمدار ایران راضی کنه. آیسک، شما میگید که در 444 روز که میشه یک سال و حالا تقریباً دو سه ماه مردم آمریکا در شرایط سختی قرار گرفتند، ولی انقلابی ها میگن که از
کودتای 28 مرداد تا سال 57 25 سال آمریکا شرایط سختی رو بر مردم ایران تحمیل کرده بود. سال من اینه که این پیدا کردن مقصر در شرایط فعلی چقدر راهگشاست؟ فکر نمی کنم لزوماً راهگشا باشه. چیزی که من دارم راجع به صحبت می کنم بحث پیدا کردن مقصر نیست. من فقط دارم واقعیت رو میگم. واقعیت اینه که اون طوری که اون نحوهی که مردم رو، افراد رو در داخل سفارت برخلاف هر گونه ضوابط بین الملل دستگیر کردن و بیش از حد برای مدت بسیار مدیدی اینها رو گروگان نگه داشتن، این هیچ معنا و مفهومی نداشت و چون از طریق تلویزیونی پخش شد تأثیرش رو در مردم آمریکا گذاشت و آنها در این پروسه در واقع دخیل شدن و نقشی داشتن و خب این تقصیر ایرانی ها شاید نبود لزوماً، اما ایرانی ها بودن که به دوربین ها اجازه دادن که بیان و فیلم برداری کنند. و وقتی شما بیش از یک سال چنین رفتاری از خودتون نشون میدین و به مردم این تصویرها رو در خانه های اونها نشون میدید، اون وقت روی کرد اون مردم رو نسبت به خودتون عوض میکنین. بدون اینکه نگران این باشیم که کی حالا مسئول این قضیه است، واقعیت اینه که روی کرد آمریکایی ها نسبت به ایرانی ها به صورت بنیادی توسط به واسطه این رویداد شکل پیدا کرد و از اون زمان تغییری هم نکرده. بسیار بسیار ممنونم از گری سیک، مشاور امنیت ملی کاخ سفید در زمان جیمی کارتر و در اوج بحران گروگانگیری.